کسی که با اشتباه راه داده است بخشیدن ممکن است، ولی کسی که خیانت کرده است بخشیده نخواهد شد. رهبری سیاسی با اصطلاح دولت اسلامی قراتگین بدوش یکی از شاگردان اساسی سید عبدالله نوری سعدالدین رستموف گذاشته شد که با لقب شیخ سعدالدین و دام الله سعدالدین معلوم بود. او در اصل همان ساکن دهه قزناک جماعت نصرت‌الله مخصوم ناحیه رشت رستموف سعدالدین تیموروویچ میباشد که معلومات میانه نداشته سالهای شوروی همچون ملابشه در نزد افرادگرایان وادی فرغانه چند مدت به طور غیرقانونی درسهای دینی افراطی گرفته بود. پس از شکست دولت خودساخت نهضتی ها او سالها در کشورهای افغانستان و ایران زندگی کرده. تا سپتامبر سال 2015 یعنی تا زمان بازداشتش همچون مشاور عالی رئیس تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی فعالیت میکرد. حالا برای علاقه داشتن در حادثه های 4 سپتامبر سال 2015 به مهلت 20 سال از آزادی محروم کرده شده است. پس اینجا سوالی به میان میآید که شروع انقلاب دولت اسلامی قراتگین را کی تأسیس داد و نسبت عملکرده هایشان سپارش ها را از کی می گرفتند؟ برای یافتن پاسخ به دلیل های ردناپذیر تاریخی می نگریم. راستی را من بگویم، وقتی که در اتاق کاریم ساعتی 10 تخمین در آنجا با مردم عرض نیاز ایشان را درخواست آنها را می کردم، ناگاه دیدم هلیکوپتر یعنی ورتلیات های دولتی از طرف بالای غرام فرود آمدند و به من در حال خبر کردند که یعنی این ورتلیات ها دیسنت پرتافتند. پس تمامی آن مجاهدانی که در اینجا استادگری کرده بودند آنها در حال موقع و مکان خود را گرفتند و با سرفرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران این خبر را فورا دادیم. ایشان فرمود که اولا با از اونها سخن بگیرید و مقصد ایشان را بفهمید.